درود بر شما، با 180 ثانیه جمعه 9 اسفند ماه همراه ما باشید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه آمار تازه قربانیان ویروس کرونا در کشور را 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی را 388 نفر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سعید نمکی وزیر بهداشت گفت در پنجمین جلسه ستاد مبارزه با کرونا تصمیم بر این شد که تمام مدارس سراسر کشور تا روز دوشنبه 12 اسفند ماه تعطیل باشند. او افزود پیک اصلی کرونا در روزهای آینده است. وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان تایید کرد یک شهروند روسیه که از ایران به آذربایجان آمده مبتلا به ویروس کرونا است. ارمنستان به همراه دیگر همسایه‌های ایران از چند روز پیش مرزهایشان با ایران را بستند و شهروندان روسیه مجبورند برای بازگشت زمینی به کشور خود از خاک جمهوری آذربایجان استفاده کنند. همچنین ترکمنستان از ورود کامیون‌های ایرانی به خاکش جلوگیری می‌کند. یک مقام دولتی ایران از توقف حدود 1100 دستگاه کامیون در پشت مرزهای ترکمنستان خبر داد. وزارت بهداشت نیوزیلند نخستین نمونه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور را که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی نیوزیلندی است اعلام کرد. در همین حال در بلاروس نیز اولین مورد ابتلا به این ویروس به گفته وزارت بهداشت این کشور یک دانشجوی ایرانی است. وزارت بهداشت بریتانیا نیز از نتیجه مثبت آزمایش کرونا دو نفر که از ایران به این کشور سفر کرده بودند خبر داد. محمد علی وکیلی نماینده تهران در مجلس از نتیجه مثبت آزمایش کرونا 4 نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد. او اما به نام این نمایندگان اشاره‌ای نکرد. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز خبر از تعطیلی جلسات مجلس تا اطلاع ثانوی با تصمیم هیئت رئیسه داده است. خبرگزاری رویترز امروز جمعه گزارش داد که طی هفته جاری بورس‌های سه قاره آمریکا، اروپا و آسیا شاهد افت چشمگیر شاخص بوده و در کل 5 تریلیون دلار از ارزش سهام شرکت‌ها کاسته شده است. وزیر خارجه آمریکا امروز در نشستی در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت با توجه به سابقه پنهانکاری مسئولان جمهوری اسلامی، رژیم ایران تمایل ندارد که درباره شیوع ویروس کرونا اطلاع رسانی کند و من نگران هستم آنها اطلاعات مهمی را پنهان کرده باشند. او گفته برای دانستن میزان منفور بودن جمهوری اسلامی به خشم و یأس مردم ایران توجه کنید.